آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. خداوند بخشاینده مهربان، دوستان ارجمند، تماشاگران نهایت عزیز و گرامی، یک بار دیگر در حضور شما هستیم و با سلام و ابراز تمنیات قلبی نگاه روز دوشنبه 31 ماه ثور سال 1397 شمسی برابر با 21 ماه می سال 2018 میلادی را با بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان آغاز میکنیم که در این بخش تبصره های از بالتیمور پست، گاردین، شبکه اینترنتی NPR و تلویزیون الجزیره تقدیم حضورتان میشود. روزنامه امریکایی بالتیمور پست در شماره اخیرش مقاله را به نشر سپرده تحت عنوان تحریمات امریکا بر ایران پروژه های حیاتی تجارتی در افغانستان را با خطر مواجه می سازد. روزنامه از قول آژانس خبرگزاری رویترز می نویسد اعلامیه رئیس جمهور ترامپ که از توافقنامه اتمی ایران خارج شده و تحریمات بر ایران را اثر می گیرد پروژه ای را متضرر می سازد که هند از آن حمایت می کند. پروژه طرح شده که در آن از افغانستان غیر متصل به آب به حیث یک دهلیز حمل و نقل اموال از راه زمین استفاده خواهد شد. این پروژه راه تجارت میلیون ها دلاری را هموار ساخته و اتکای افغانستان را به پاکستان که گاه گاه برخورد غیر دوستانه می کند کاهش می دهد. بالتیمور پست می نویسد خودکفا شدن افغانستان از نگاه اقتصادی اتکای این کشور به کمک های خارجی را کاهش می دهد و هم به کشت و تجارت کوکنار آسیب می رساند که منبع مهم عایداتی طالبان مسلح است. بنوشته بالتیمور پست این تصمیم رئیس جمهور امریکا که تحریمات دوباره بر ایران وضع می شود و نهادهای مالی در صورت تجارت با ایران جریمه خواهند شد بر ثبات پروژه چابهار نیز سایه افکنده است، زیرا بانک ها شاید از ترس جریمه و تحریمات مالی امریکا پا به عقب بکشند. بندر چابهار در سال 2016 از سوی هند، افغانستان و ایران افتتاح شد. و اما روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلبی را در مورد حمله خونین روز جمعه در ولایت ننگرهار افغانستان به نشر رسانده است. چند انفجار همزمان در جریان مسابقه کرکت جام رمضان در استادیوم ورزشی جلال آباد رخ داد که در آن 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته گاردین، بازی کرکت توسط مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده و کرکت حالا به یک بازی محبوب بین افغانها مخصوصا در شرق این کشور مبدل شده است. گاردین در همین رابطه به اعلامیه یونیما دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل اشاره کرده که گفته است 4 انفجار رخ داد که 2 انفجار آن در داخل استادیوم و 2 انفجار دیگر آن در خارج از استادیوم صورت گرفت. گاردین ننگرهار را ولایتی خوانده است که در سال جاری میلادی نامنی ها در آن بیداد می کند. 8 روز پیش از امروز بر مستوفیت ولایت ننگرهار نیز حمله خونینی صورت گرفت که 15 کشته به جا گذاشت و داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. گاردین به استعفای گلاب منگل والی سابق ننگرهار نیز اشاره نموده که به دلیل نامنی ها صورت گرفت. با باور گاردین این حملات اعتماد مردم بر حکومت افغانستان را در حال کاهش داده است که
آمادگی ها برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ادامه دارد. تفاوت های داعش و طالبان در افغانستان. آیا نیروهای داعش شما نیروهای جدا شده طالبان هستند یا داعشی های افغانستان؟ تروریست های نجات یافته از جنگ عراق و سوریه خواهند بود؟ در این رابطه وبسایت خبری NPR مصاحبه ای را انجام داده با آقای سد جونز، مدیر پروژه تهدیدات جهانی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در امریکا، که در خصوص موضوع دانش داعش و افغانستان صورت داده است. NPR می نویسد گارسیا ناوارو، مصاحبهگر NPR، اظهار داشت ما همیشه از حضور طالبان در افغانستان خبرهای دریافت می کردیم، اما به تازگی داعش را نیز باید در کنار طالبان در نظر گرفت. گارسیا می پرسد آیا نیروهای داعش همان نیروهای جدا شده طالبان هستند یا داعشی های افغانستان؟ تروریست های نجات یافته از جنگ عراق و سوریه. سد جونز در پاسخ به این سؤال NPR خاطر نشان ساخت اکثر نیروهای داعشی در افغانستان را اعضای سابق تحریک طالبان تشکیل می دهند. نیروهای تحریک طالبان در سالهای 2014 و 2015 عیسوی با شکستهای مواجه شدند و در نتیجه به گروه داعش پیوستند. این کارشناس آمریکایی در خصوص تکتیهای داعشی ها در افغانستان به NPR گفت برخلاف سایر گروه های بومی افغان همچون طالبان که سعی دارند تا حد ممکن افراد ملکی در حملات آنها آسیب نبینند، داعشی ها دقیقاً افراد ملکی را هدف قرار می دهند. این کارشناس مسائل امنیتی در امریکا می گوید گروه تروریستی داعش در افغانستان جریان مردمی نیست و پایگاه حمایوی مردمی و یا اعضای زیاده از طالبان را نیز با خود ندارند. به اساس برآوردهای امریکا شمار نیروهای داعش در افغانستان حدود 2 الی 3 هزار نفر است که به مراتب از تعداد اعضای طالبان کمتر است. جونز به NPR گفت با این حال تمایل آنها برای انجام حملات کلان در شهرهای مانند کابل و جلال آباد آنها را به تهدید بزرگ تبدیل کرده است، اما آنها تهدید برای سرنگونی دولت کابل محسوب نمی شوند. کارشناس آمریکایی درباره همکاری و یا رقابت طالبان و داعش نیز تصریح کرد که دو گروه رقیب یکدیگر هستند و افزود در سال 2015 میلادی بخشی از داعش در ولایات فرا و هلمند وجود داشت که از اعضای جدا شده طالبان بودند. کاری که طالبان با آنها صورت دادند این بود که از طریق درگیری های متعدد و ترورهای هدفمند تلفات زیادی را به حامیان داعش وارد کردند. سد جونز در مورد ایدئولوژی دو گروه نیز به NPR گفت به طور مثال اگر نگاهی به تبلیغات داعش بیندازیم آنها طالبان را رژیمی می دانند که تنها خواستار ایجاد امارت اسلامی داخل سرحدات افغانستان است. از سوی دیگر نیز چیزی که داعش در پی آن است ایجاد خلافت اسلامی بدون سرحد مشخص در سطح منطقه است. جونز گفت که داعش به طور هدفمند اهل سنت معتدل و شیعیان را هدف قرار می دهند، در حالی که طالبان چنین اقداماتی را نادرست می دانند. داعش از حضور در افغانستان قصد دارد نشان دهد حتی در چنین ملکی می تواند قدرتمند باشد. داعشی ها قصد دارند به طور همزمان در افغانستان، عراق و سوریه دست به اقدامات تروریستی بزنند. از روزنامه مزرعه می‌خوایم، از تبصره NPR که بگذاریم، تبصره دیگه داریم به نام اعلام عفو عمومی، طرح جدید طالبان برای رویارویی با دولت افغانستان. این هم تبصره است که در یک از روزنامه های خارجی به نشر رسیده. طالبان افغانستان میگویند اگر اعضای پلیس و اردو از نهادهای نظامی خارج شوند آنها را هدف قرار نمیدهند و از جان و مالشان حمایت خواهد کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، طالبان افغانستان در بیانیه بی سابقه
اعلام کردند که عفو عمومی برای اعضای تمامی گروه های مختلف نظامی، اردوی ملی، پلیس ملی و تمامی کارمندان دولت افغانستان به منظور امنیت جان و مالشان را در نظر می گیرد اگر آنها رسته ها و پسته های نظامی خود را ترک گویند. الجزیره می گوید طالبان افغانستان با اعلام اینکه هدف اصلی حملات آنها نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان است، اعلام کرده که نیروهای امنیتی داخلی اغلب به این دلیل هدف حملات طالبان قرار می گیرند که از مهاجمان خارجی و رژیم فاسد دولت کابل حمایت می کنند. در ادامه بیانیه طالبان همچنان آمده است نیروهای امنیتی افغان هموطنان ما هستند که به دلیل اشتباه یا سایر دلایل به رسته های نظامی آمریکایی پیوستند. اگر این افراد از رسته های نظامی و پسته های نظامی خارج شوند، طالبان از هر وسیله برای حفظ جان و مالشان استفاده می نمایند. الجزیره علاوه می کند طالبان همچنان وعده دادند که حملات خود را در افغانستان بیشتر می کند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و این هم بود تبصره از شبکه تلویزیونی الجزیره که من اشتباهاً گفتم یک از روزنامه های خارجی. بر صورت میرسیم به صحبت اصلی برنامه امروز. صحبت اصلی برنامه امروز را هم به جنگ های خونین یا جنگ خونین ولایت فرا اختصاص داده ایم و نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از طالبان در ولایت فرا، مخصوصا پس از شکست پروژه و یا ای که پس از شکست قرارداد برجام که توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملغا قرار داده شد. جنگ فرا و تهاجم گروهی و چند صد نفری طالبان به مرکز این شهر که واضحاً با حمایت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، پرسش های زیادی را به وجود آورد و ابهام های را در اذهان عامه خلق نموده است. چگونه شد که تجمع این همه نیرو از چشم نهادهای استخباراتی و اطلاعاتی کشور و نیروهای بین المللی به دور ماند؟ چرا والی ولایت فرا دست داشتن ایرانی ها را در حوادث فرا رد کرد، در حالی که وزیر دفاع افغانستان به صراحت گفت که در پشت حمله فرا آنهایی هستند یا آنهایی بودند که مشکل آبی با افغانستان دارند، یعنی جمهوری اسلامی ایران؟ چگونه شد طالبان به یکبارگی تلاش کردند که شهر فرا را در قبضه خود بگیرند؟ آیا میخواستند تجربه ولایت قندوز را این بار در غرب کشور انجام دهند؟ با چه پشتوانه و امکاناتی طالبان قصد تسخیر این شهر مهم و تاریخی افغانستان را کرده بودند؟ آیا به این گونه سوال ها در نهادهای امنیتی کشور اندیشیده شده و یا تلاش صورت گرفته که مورد طرح و ارزیابی قرار بگیرند؟ در چند روز گذشته نه تنها ولایت فرا، برخی از ولایت افغانستان از جمله غور، ننگرهار و هرات شاهد انفجارهای تروریستی و درگیرهای شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده که صدها تن کشته و زخمی به جا گذاشته. مخصوصا فرا این روزها در خون غلطید و در آتش سوخت. شمار زیادی از تروریست های طالبان شام روز سه‌شنبه هفته جاری حملات نظامی گسترده ای را با هدف تصرف شهر فرا از چندین جهت آغاز کردند. به اساس برخی گزارش ها آنها توانستند بخشهایی از شهر و شماری از ادارات دولتی را نیز تصرف کنند. مردم و مقامات فرا که در شوک حمله ناگهانی طالبان به سر می بردند به سرعت از شهر فرار کردند، به شمول والی فرا. شماری که راه هرات را در پیش گرفته بودند به دلیل شدت درگیری ها در این مسیر در راه ماندند. در حالی که شهر در آستانه سقوط قرار داشت، انتقادها از ناتوانی حکومت در مدیریت این بحران افزایش یافت.
دشمن در چند قدمی مقام ولایت قرار گرفت، اما خبری از نیروهای امدادی نبود. از نیروهای امریکایی و ناتو نیز که همیشه خود را متعهد به تأمین امنیت مردم افغانستان می دانستند، برای تقریبا 2.5 روز خبری نبود. سؤال اساسی این است که چرا و چگونه فرا سقوط کرد؟ با هم می رویم و این گزارش ویدیویی را از نزدیک تماشا می کنیم. تا دقایق دیگر برمی گردیم، با ما باشید. پس از یک جنگ تمام عیار در فرا و حمله طالبان به مرکز این ولایت، نیروهای امنیتی تازه به گونه کامل مرکز ولایت فرا را برای باشندگانش امن کردند. چهار روز پیش طالبان با حمله های گسترده خودشان را تا مرکز شهر رساندند. امنیت برقرار است، پلیس و دیگر گشت و گذار تا که مشکل نیست و خلق خود دکانان خلاصی. یک دو شب مردم نارام شد، شکر الحمدلله حال فیلن وز خوب آرام و نیروهای امنیتی میونه میگردد. حالا که فرا به زندگی دوباره برگشته است، برخی اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی تاکید دارند که باید کسانی که در تامین امنیت فرا کوتاهی کردند مجازات شوند. هغه کسانی چې مخالفین او ته لار هواره کړه، هغه ان شاء الله معلوم دي او هغه به د قانون منګولو ته وسپاري. کسایی که رشادت کردند، قهرمانی کردند، بر اونا تقدیر بشن، امتیاز داده بشن و کسایی که کمکاری کردن، غفلت کردن و آرامش از مردم گرفتن در شب دوم، گونه ها کسایی بودند که آرامش از مردم گرفته بودند، گروه هایی بودند، افراد بودند، ستون پنجم بودند، گونه ها رو شناسایی کنند و پنجه قانون بسپارند. در سوی دیگر مقام های محلی ولایت فرا تاکید دارند امنیت مرکز فرا تامین شده و تنها در بخش های از فرا درگیری میان نظامیان کشور و طالبان جریان دارد. از نیروهای دولتی بود است، بیش از 25 نفر بود است و زخمی که از نیروهای دولتی بود است همه اونها 15 نفر بود است و 35 زخمی ما از بخش های ملکی داشتیم و 4 شهید داشتیم. این بار ما تلاش میکنیم که کمربند را به وجود بیاریم که دیگه داخل شهر کسی داخل شده نداره، چون از تجربه آموختیم، یک بار دوبار آموختیم. یک روز پس از حمله های خونین این گروه بر شهر فرا، فرمانده پلیس این ولایت گفت که ایران به گونه مستقیم در نبردهای این ولایت دست دارد و طالبان را به گونه مستقیم تمویل و تجهیز می کند. حالا هم رئیس شورای ولایتی این ولایت می گوید در جنگ فرا طالبان از سوی استخبارات بیرونی مدیریت می شوند. هرچند والی این ولایت می گوید هنوز مدرکی برای ثابت شدن این اتهام وجود ندارد. دا دوه رئیسو چې دا جنگ د افغانانو نه و او دا جنگ افغانانو نه رابدي کوئ، د دې جنگ تر شا د قوي نظامیانو د پردوی لاس و، خو الحمدلله خوشبختانه چې دوی خپل ارمان ته ونه رسېدل. همزمان با این پنتاگون تاکید می کند شماری از مشاوران نظامی آمریکایی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا جابجا شدند. نیروهای ما در افغانستان و مشاوران نظامی ما در این کشور با پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا نقششان را ایفا کرده و بیشتر در حمله های هوایی بر ضد طالبان سهم گرفتند. از سوی هم وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی اداره ولسوالی تاله و برفک را در اختیار گرفتند. ولسوالی تاله و برفک تحت حاکمیت نظامی هستمی فعلا. در ولسوالی ما تعداد زیادی از دشمنان را از بین بردیم و دیگه دشمنان پا به فرار نهادند و فعلا مصروف پاکسازی مینهایی که در بین ولسوالی و اطراف ولسوالی هست مصروف است. در درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در فرا بیش از 30 نظامی کشور جان باختند و بر بنیاد گفته های مقام های محلی نزدیک به 300 طالب نیز در این درگیری ها. در این حال اکثر مردم فرا و حتی برخی از مقامات امنیتی این ولایت در پشت حمله فرا دست ایران و روسیه را میبینند.
اما ولی فرا که از جناح جمعیت اسلامی افغانستان می باشد دست داشتن ایران را در این حمله رد کرد. طی یک ماه گذشته جمهوری اسلامی ایران دو یادداشت اعتراضی به افغانستان ارائه داد و خواستار تامین حقابه از رودبار هلمند شده است. میان ایران و افغانستان 5 حوزه آبی مشترک وجود دارد، اما دو کشور صرف روی یک حوزه آبی رژیم حقوقی تعریف شده دارند و آن عبارت از رود هلمند است که توسط صدر اعظم فقیر افغانستان و در عصر اعلی حضرت محمد ظاهرشاه پادشاه فقیر افغانستان با حکومت پادشاهی وقت ایران به امضا رسیده بود. هیچ توافقی روی 4 حوزه آبی دیگر بین افغانستان و ایران صورت نگرفته است. ایرانی ها ادعا دارند که حقابه آنان آنطوری که در قرارداد پیش بینی شده است تامین نمی شود، اما روایت مسلط در افغانستان این است که ایران بیش از آنچه که در قرارداد سال 1351 آمده آب دریافت می کند. ایرانی ها سخت مشتاقند که کابل با آنان روی 4 حوزه آبی دیگر هم مذاکره کند. در نکاتنامه مذاکرات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ایرانی ها همیشه این موضوع گنجانیده می شود. متاسفانه حامد کرزی در وقت زعامت خود تقریبا در 13-14 سال گذشته مرتکب جفاها و خطاهای زیادی در حق مردم و کشور افغانستان شد. در وقت حامد کرزی ایرانی ها بر اندازه‌ای که می خواستند از آبهای افغانستان استفاده می بردند. موضع جانب کابل همیشه این بود که برای مذاکره روی 4 حوزه آبی مشترک دیگر افغانستان آمادگی لازم ندارد. واقعیت این است که افغانستان ظرفیت تکنیکی لازم را برای مدیریت چنین مذاکره ندارد. در زمان پادشاه سابق افغانستان کارشناسان و متخصصین مجربی بودند که قبل از این که این قرارداد به امضا برسد آنها آن را از هر نگاه مورد غور و مداقه و بررسی قرار داده بودند. این مذاکرات ظرفیت تکنیکی گسترده کار دارد و باید بانک جهانی یا کدام سازمان بین‌المللی دیگر آن را مدیریت و تمویل کند. اما به دلیل روابط تنش‌آلود تهران با آمریکا و غرب، بانک جهانی و سایر سازمان‌هایی که ایالات متحده بر آنها نفوذ گسترده دارد، علاقه نمی‌گیرند در مسائلی که پای ایران دخیل باشد میانجیگری کنند. ایرانی‌ها برای اعمال فشار افغانستان حتی از طالبان هم حمایت می‌کنند. گرچه کمک ایران به طالبان در مقایسه با کمک‌های نظامی و لوجستیکی پاکستان نیست، اما سازمان‌های اطلاعاتی ایران طالبان را که در حوزه غرب افغانستان فعالیت دارند حمایت جدی و همه‌جانبه می‌کنند. هدف سازمان‌های اطلاعاتی ایران در قدم اول سبوتاژ کردن تلاش‌های آمریکا و در قدم بعدی ارعاب افغانستان است تا خواستای کثیف و شیطانی خود را در مورد حوزه های آبی مشترک بر کابل تحمیل کنند. برخی از روزنامه های دستراستی ایرانی که از منافع بخش نظامی و استخباراتی رژیم حاکم بر ایران نمایندگی می کنند باری نوشتند که تهران باید از مهاجران افغان هم به عنوان افزار فشار بر دولت کابل استفاده کند. مقامات ایرانی گاهی با پرداخت پول هم تلاش کردند روی تصمیم گیری های برخی از مقامات افغانستان به شمول حامد کرزی اعمال نفوذ کنند. آنان در گذشته تلاش کردند به برخی از مقامات افغانستان رشوه بدهند. ایرانی ها از دیپلماسی اعراب هم استفاده کردند. بار رئیس جمهور روحانی در یک سخنرانی اعلام نمود که تهران از سدسازی در افغانستان نگران است، یعنی از بندسازی. تهران در وضعیتی که افغانستان گرفتار جنگ و فقر است فشار مضاعف بر افغانستان وارد می کند. آنان بندر چابهار را در اختیار افغانستان گذاشتند ولی از راه های دیگر اعمال فشار می کنند. آنان در کنار موضوع حقابه برای سبوتاژ
پروژه تاپی نیز تلاش میکنند، چنانچه به اساس گزارش های امروز 5 کارمند پروژه تاپی در ولایت قندهار افغانستان به قتل رسیدند و یک تن از آنها را طالبان با خود بردند. ایرانی ها به ترکمنستان گفتند می تواند از قلمرو ایران گازش را به پاکستان و هند برساند. قبلا ایران سیاست ضد ترانزیتی داشت، اما این بار برای اعمال فشار بیشتر بر افغانستان این سیاست را نیز تعدیل کرده است. ایران در جبهه نظامی، دیپلماسی و اقتصادی کمپاین تخریبی وسیعی را علیه افغانستان آغاز کرده که نیاز به پاسخ متقابل دارد. تهران در ملاقات‌های رسمی با مقامات افغانستان همیشه از زبان مشترک، تاریخ مشترک و ادبیات مشترک صحبت می‌کنند. احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران که در داخل آن کشور اصلاً یک انسان منفور است و اصلاً محبوبیت ندارد و نداشت، باری گفته بود که ایران و افغانستان هرچی دارند مشترک است. اما در سیاستگذاری ایران در قبال افغانستان این مشترکات اصلاً ارزش ندارد. آنان وقتی سیاستگذاری میکنند چیزی به نام مشترکات فرهنگی و زبان مشترک را در نظر نمیگیرند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با هم می رویم و گزارش ویدیوی دیگری را که در رابطه با این تبصره آماده کرده ایم یک جا مشاهده می کنیم. تا دقایق دیگر برمی گردیم، با ما باشید. روز پس از حمله های بزرگ طالبان بر شهر فرا و دست به دست شدن بخش های از شهر فرا میان طالبان و نیروهای امنیتی، بلندپایه‌ترین مقام های امنیتی حکومت، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی کشور و همچنان وزیر دفاع ملی همراه با جان نیکلسن فرمانده کل نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان به فرا آمدن تا از نزدیک چگونگی این حمله را به بررسی بگیرن. این مقام ها که با انتقادهای سخت اعضای جامعه مدنی یا فعالان مدنی فرا و همچنان اعضای شورای ولایتی فرا هم روبرو شدن. آقای استانگزه، شما از رئیس خود بپرسین که چرا به شما گزارش نده؟ خانه خودش داخل شده، چرا به شما گزارش نده؟ اگر داده شما چرا امروز آمدین؟ بفرمایید به خاطر چی آمدین؟ شما وزیر صاحب داخل، اگر قماندان صاحب شما گزارش نداده چرا نداده؟ اگر داده چرا امروز آمده؟ شما وزیر صاحب دفاع، شما بگوید که چرا امروز آمده؟ آقای نیکلسن، ما تشکری نمی کنیم از شما. چرا بعد از 12، 13، 15 ساعت به ما کمک رسید؟ بعد از 13 ساعت جنگ کمک رسید. اگر واقعا شما می خواستین دشمن را هدف بگیرید، باید خیلی وقت‌تر اقدام می‌کردید. انتقاد دیگر اعضای شورای ولایتی و مردم فرا و همچنان اعضای جامعه مدنی فرایی بود که از پیش تدابیری که باید گرفته می شد، چون فرا در سالهای پیش هم با تهدیدهای روبرو بودی، تدابیر گرفته نشد. تور مرادلات ورکرده بود، یعنی 15 تاله براغلی گمره کس و زواله دهی ده تا 15 تاله به مخصوق نو چی بینیسی دلتا ده مطلق ده ایران مداخله را روانه ده چه ده بخش آباد بند جغ راپورت سو از ما پر فرا بندی جنگ فشار جور ده. ما در مقابل ایران، هر کسی هم که میگه ایران مداخله نداره، اسناد مدارک مستند ما در اختیار دونه قرار. وزیر دفاع ملی در سخنرانیش جنگ فرا را جنگ آب دانست. جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ مدیریت آب است. زمانی که بند سلما جور شده و بالای بند بخشاباد کارای ابتدایی شروع شدن، ما شما در این مخاصمت و در این دشمنی قرار گرفتیم، ولی حق شرعی مردم ما شماست که ما آب خود مدیریت بکنیم. این جنگ یک جنگ منافع است. این جنگ نیست که احمد با محمود جنگ میکنند. خودتان همونجا پیشتر گفتیم که این جنگی است که در سطح کلان افغانستان قربانی از او شده و ما باید به این قسمت برای حفظ منافع خود از این شرایط در کشور خود دفاع را باید انجام بدیم. نهایتش تا دو هفته آینده در تشکیلات پلیس در رهبریش در سطح حوزه ها، در سطح خود قماندانی تغییرات انشاءالله مسلکی و تقسیم. فرمانده کل نیروهای خارجی و آمریکایی در افغانستان تاکید داشت که فرا هیچگاه سقوط نکرده و هرگز سقوط نخواهد کرد و اطمینان داد که تا
تامین شدن صلح و ثبات در کنار مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان استاده خواهند شد. در این ماه مبارک رمضان از طالبان می خواهم که به برکت همین ماه پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی را بپذیرند و اجازه دهند این کشور در صلح زندگی کند که شما شایسته آن هستید. شهر فرا اکنون حالت عادی را به خودش گرفته است، چنان که دیده می شود اینجا در شهر دکانها باز هستند و مردم کار و زندگیشان را از سر گرفتند، اما ترس دارند. ترسشان این که تهدیدها هنوز هم به گونه کامل از شهر دور نشده است و در حومه های شهر هنوز هم مخالفان مسلح دولت حضور دارند. از همین رو نیروهای امنیتی یک عملیات پاکسازی و تصفیه‌ای را در حومه های شهر آغاز کردند و گفته میشه که این عملیات پس از پاکسازی حومه های شهر به ولسوالی های فرا کشانیده خواهد شد تا تهدیدها به گونه کامل از شهر و همچنان از ولسوالی های فرا دور شوند. ایرانی ها به گونه در قبال افغانستان سیاست گذاری میکنند که حتی باید طرفداران ایدئولوژیکشان در کابل مانند لطیف پدرام و سایر اعضای جمعیت اسلامی که در مقامات بلند حکومت وحدت ملی ایفای وظیفه می نمایند باید بشرمند. سیاست ایران در قبال افغانستان هیچ بود با ارزش ندارد. این نکته است که طرفداران تهران باید آن را در نظر بگیرند. تردیدی نیست که تهران در مناسبات قدرت افغانستان نفوذ زیاد دارد توسط عمال خود. چندین حزب سیاسی، چندین تلویزیون و رادیو و روزنامه، همچنان بنیاد آیت الله خمینی در کابل و سایر نهادهایی که فقط با تطمیع و با رشوه و با راضی نگه ساختن بعض افراد وطن فروش آنها را در قبضه خود دارند و با استفاده ابزاری از این افراد در جهت ایجاد مشکلات در افغانستان اقدام میکنند. اما آنانی که نفوذ ایران را در افغانستان نمایندگی میکنند باید اعتراف کنند که تهران در سیاست گذاری در قبال افغانستان چیزی را به نام مشترکات زبانی، فرهنگی و مذهبی به رسمیت نمیشناسند. برای مقابله با سیاست های ایران انسجام درونی بسیار ضرور است. جناب رئیس جمهور افغانستان که من سیاستش را در قبال ایران تایید می کنم باید به صورت فوری جاسوسان ایرانی و پاکستانی را در قدم اول از حکومت خود مخصوصا در رده های بالا تصفیه کند. مجموع مردم افغانستان از پاسخ متناسب به فشارهای ایران استقبال می کنند. فشارهایی که ایران وارد می کند باید خونسا شود و رئیس جمهور افغانستان باید در یک حرکت نه نمادین، یک حرکت کاملا عملی با مردم افغانستان ثابت بسازد که او حافظ منافع ملی افغانستان است. مردم افغانستان حق دارند که طبق قوانین داخلی و بین‌المللی از منابع طبیعی کشورشان استفاده کنند، اما برای پاسخ متناسب به ایران نیازمند انسجام داخلی و سیاست خارجی فعال و مبتنی بر ارزش‌های ملی و همچنان منافع ملی افغانستان است. باید حکومت افغانستان از وجود جاسوسان ایران و پاکستان در وهله یا در مرحله اول پاکسازی شود. جدال‌های داخلی به خارجی‌ها فرصت می‌دهد تا از یک طرف از یک قضیه حمایت کنند و جانب دیگر جدال را به حد حاد بسازند که کل دستگاه دیپلماسی و دولتی فلج شود و نتواند در برابر اعمال فشارهای همسایه ها بیستد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، یک بار دیگر توجه شخص رئیس جمهور افغانستان را به این نکته معطوف می دارم. نمی شود که شخصی از افغانیت خود خجالت بکشد. کسی بگوید که من افغان نیستم. کسی بگوید که من افغانستان را به رسمیت نمیشناسم، اما او در کنفرانس ها و میزهای مدور و همچنان در جریان مذاکرات در پهلوی شما نشسته باشد و یا اینکه در حکومت شما حضور داشته باشد.
شما در یک اقدام نمادی نی، در یک اقدام واقعا متحورانه باید حکومت وحدت ملی را از وجود جاسوسان ایرانی پاکستانی از هر جا و هر خماش که باشن تصفیه کنین. و این بود صحبت امروز ما. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. میخواییم از شما بشنویم که شما چه نظر دارین، چه پیشنهاد دارین و یا آنچه که ما گفتیم او را تایید میکنین. همچنان که اشرف غنی مرتکب بسا جفاها و خطاها و اشتباهات در افغانستان شده، اما بعضی کارهای با ارزش ما نمیتوانیم کتمان کنیم و از نظر دور نگه داریم، مخصوصا سیاست اشرف غنی در قبال ایران، در حالی که امروز افغانستان با اکثر کشورهای جهان به خاطر دیپلماسی ضعیف افغانستان، به خاطر ای که تعدد تصمیم گیری در دستگاه دیپلماسی افغانستان است، روابط بسیار خراب دارند. ما با ایران رابطه ما خراب است، با پاکستان رابطه ما خراب است، با هند یک رابطه بسیار محافظه‌کارانه نمادین داریم. این هند است که ما را به حیث دوست نگه داشته، در حالی که ایندی ها اصلا فراموش نمی کنند روز را که آقای غنی به مرکز فرماندهی پاکستان به شهر راولپندی رفت. رابطه ما با تاجکستان هم خوب نیست، رابطه ما با روسیه خوب نیست، رابطه ما با چین خوب نیست. رابطه را که فعلا ایالات متحده آمریکا در صدد ترمیمش است با ازبکستان، من فکر نکنم که ازبکستان منافعی را که از روسیه در نظر داره و یا ای که ازبکستان به عنوان منطقه حائل یا یک منطقه امنیتی روسیه محسوب میشه، امریکایی ها بتانن آنها را متقاعد بسازن که از جناح روس ها جدا شوند و در خدمت امریکایی ها در آیند. بر صورت از یک طرف موافقت دیپلماسی افغانستان در برابر ایران و جانب دیگر ضعف دیپلماسی افغانستان در برابر سایر کشورها. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله محترم مسکین ارسل، سلام. من در خدمت شما هستم سر، بفرمایید سر من در خدمت شما هستم. از شما خدمت شما همین مسئله فرا که از همین حالات که امروز در افغانستان میه یک ولسوالی را میگیرن تسلیم میکنن یا ای که فرا را همین واضح شد که یک تعداد سرمنصبا، البته عموم نشانه یک تعداد کسا بودن که ایره گذاشتن و بعدا ایره اونا را اول میگذارنشان که سلاح و مهمات همه چیز بگیرن. این دستور از طرف داخل داده میشه، اینا یک تعداد مثل استانگزای که نماینده آیسای است یا اتمر که جاسوس انگلیس است، اینا کسایی هستند که اینا وظیفه دارن که سلاح و مهمات نظامی افغانستان به طالب تسلیم بتن و یک وظیفه دیگه هم برای اتمر داده میشه از طرف انگلیس، این جنگ دوام بده و این جنگ و طالب هم دست خالی نمانه، باید یک تعداد مهمات را که امریکا یا ناتو به افغانستان میتهی به دست طالب هم برسه که این جنگ دوام کنه و هدف امریکا هم دوام جنگ است و هدف یک تعداد کسای دیگه هم این است که یک تعداد اقوام مختلفه مثل اشرف غنی و استانگزای اقوام مختلفه از بین ببره. این بدبختی افغانستان است. امروز در افغانستان همه میفهمیم که جنگ است. جنگ طالب چیست؟ جنگ طالب برای چی میجنگه؟ طالب است یک افزار. طالب اول در زمانی که وقتی که طالبا به قدرت بودن، طالبا امریکا مطلق صدای امریکا از طالب دفاع میکرد، 7 بیلیون یا 8 بیلیون دلار به طالب داد. بعدن که مثلا 991 پیش اومد هم میگفت طالب خوب و خراب، این که فرانسه گفت که گفته نمیتونی که طالب خوب و خراب، یک قسمی شد که طالب از بین برد. طالب اولا نوکر امریکا بود، بعدش هم نوکر پاکستان بود و بعدش نوکر روس شد و حالا نوکر ایران شده که به خاطر بند سلما این طالب خجالت هم نمیکشه که به خاطر بند سلما داخل شد و این آمد و مردم بیچاره فرا را به قتل رسانید. و دیگه مسئله هلمند که است، مسئله مواد مخدر است که تمام مواد مخدره به طالب طالب میگیره و طالب از او سپورت میشه. این مسائل است که اشرف غنی اصلا نمیخواه، واضحا واقعا و اشرف غنی استانگزای و کسایی که در ارگ هستن اینا نمیخواهند که طالب از بین برن، به خاطر اینکه خودشان به خاطر مسائل قمگرایی نمیخواهند که افغانستان دامن زدن. مسئله افغان، کلگی افغان هستیم، این چی معنا داره؟ تشکر من دارم براتون
ما خودمون برای تذکره داوود خان اجازه بتن ما با می گفتار شما با 70% آنچه که شما فرمودین ما موافق نیستم و این حق مشروع است که با شما موافق نباشم. در این جای شک نیست که امریکا طرفدار ادامه جنگ است. در این جای شک نیست که طالبا یا سایر گروه های تروریستی مخصوصا در قسمت طالبا مولود امریکایی ها یا کشورهای غربی به شمول عربستان، سعودی و پاکستان هستند. در این جای شک نیست که کشورهای غربی در رأسش ایالات متحده امریکا بعض اهداف و بعض مقاصد داره که برای برآورده ساختن اهداف و مقاصد خود از این گروه های تروریستی استفاده میکنند. اما اگر امریکا خواسته باشه اسلحه یا پول یا مهمات یا مواد لوجستیکی در اختیار طالبا قرار بده، راه ها و طرق دیگه است، نه ای که در ولایت فرا بیایه و باز هم طوری که ما دیدیم اگر مسئله را شما مسئله قومی میسازین در ولایت فرا خواه اکثرا پشتونا کشته شده. شما از یک طرف فکر میکنم صحبتهایتان زد و نقیض است. اشرف غنی و اتمر و نفهم استانگزه شما متهم میکنین که اینا به خاطر چی میگن تصفیه قومی فرا را قصدن سقوط دادن. در فراخ پشتونا کشته شد، یعنی اونا زمین سازی کردن که پشتونا کشته شود. نه خیر، اطور است که ما خدمتتان عرض کنم به اندازه هم که شما فکر میکنین به اندازه ساده نیست که شما میتونین به شکل شما میخواین به شکل تحلیل کنین. ما در قومگرایی، در منطقه گرایی و در ایجاد تفرقه قومی در افغانستان میدانم که مقصر اصلی یا مسئول اصلی اشرف غنی هست، اما شما نمیتونین که امو علا و بلا را در گردن ملا بندازین. شما را در جای پای اشرف غنی را کش نکنین، لطفا از گروه های دیگه بگوین. وزیر خارجه افغانستان میگه من افغان نیستم. صرف نظر از تذکره، صرف نظر از تذکره، تذکره را بلا در پسش، اما آدم نمیتونه بگه افغان هستم. تو که افغان نیستی خب چرا وزیر خارجه افغانستان هستی؟ تو که افغان نیستی پس چرا رئیس اجرایی دولت خداداد افغانستان هستی؟ تو که افغان نیستی پس چرا تو چرا والی فراستی؟ بهتر است که ما در این مورد بی‌طرفانه قضاوت کنیم. من خودم شخصا فضل خدا یعنی کوچکترین علامه یا نشانه تعصب و تبعیض در وجود ما پیدا کردن نمیتونین، یا در دماغ ما در نهاد ما پیدا کردن نمیتونین. اما جایی که باید واقعیت گفته شوه ما واقعیت هم میگم، خواه خوش هستین خواه خوشتان نمیه، و اگر خوش هم نیستین مشکل خودتان است و پرابلم خودتان است. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. من برای شما سلام میترم تقدیم میکنم. بفرمایید صاحب، خواهش میکنم. شکر شما را سلام. زنده باشین. زنده باشین صاحب. یک چیزی را خدمت دوستان باید بگویم که همین سیاست جهانی حال نشان میده به خصوص مسائل فعلی افغانستان که همه همسایه ها همگیشون فشاری را که بالای امریکایی ها انداختن که افغانستان را یعنی ترک کنه یخه و خیاله. زیر ما باید به خدمتشان بگویم. دومی که در افغانستان آنقدر جنایت را که ایران میکنه و پاکستان نکده، شما شاید خواهد بوده همین مسائل انفجاراتی که در اهل تشیع میشه کلش ایران میکنه به خاطر برخواستن مردم که ذهنیت بده. شما ببینین اکثرا امی جمعیتی که تمام عمر با ایران ارتباط دارن، تمام از اینا حتی تعینات نوی والی توسط همی جمعیتی ها به خاطر همی روزهایی که فرد مثال بتانه ایران فعالیت های خود کنه این شده. از طرف همی آقای ربانی و از طرف همی کسای دیگه که در گروه هستن یا خدمتگزارای ایران هستن، شما متوجه نبودین که سر آمد کرزای امینا و آقای فهیم قبولانده بود که پیسه از ایران بگرن و او پیسه را که فرض مثال به ایران برشان میداد. همی گروه که فلحال در دولت هستن اینا مخرب ترین برای جامعه افغانستان امینا تعیین شده و بودن هم. و امپیر سیاست اینا بخواهن نشان میده که با همین دور اگر یک بار امریکا روی خودشون طالب و پاکستان پس کرد و این مسائل هم بخواهن نخواهن به دستش داد کتیش نشست کرد با شما یارا آلتشان اون وقت رو یادتانه بیاریم که
کابل به مزاق خلاق کردن، به اشبلاق خلاق کرده بود پولش. نظر شما مسکنی هستید که در همین تعینات که اینا میکنن، ببینید یک جمعیتی رو میبرن در مابین فرا والی میسازن، وقتی که او آقا پیش از انتجارات مبره از شا و تمام چیز رو میفهمن، پلان شده است، میفهمن که ایران چی رقم عمل میکنن و سفیر ایران میاد در مابین طلوع چی رقم ورکا در لفافه. بله من شنیدم دیدم. سیاست افغانستان امریکا یعنی قسم دیگه، نه بخواهی نخواهی آل امریکا همی حرکت ترامپ و همی خاصیت اشرف غنی در این مناسبات ایران که در واقعا هم گپای شما که سر مسائل ها و سر همی مسائل سیاست خود استادگی کرده قابل تایید است و نظر شما رو میخواهیم. زنده باشیم. نظر خود ابراز کردم بسیار مشاره و مفصل. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکینیار عرض ادب احترام. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم آقای مسکینیار محترم که البته ایشان اولی که صحبت کردن اینا مشکلات واقعا قومی دارن، ما طرفدار ایشان نیستم. در برنامه عمر خطا هم میان سی یک قوم فاش میتن، کار خوبی نیست. منظور ما ایست که رای حالی امو حرف خیام بزرگ میگه که اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حل معماست نه تو خوانی و نه من، هفت از پس پرده گفتگوی من و تو، پرده برافتاد نه تو مانی و نه من. من ایران نمانم که این حرف ها ما را به کجا میرسونه. مشکل موزیل افغانستان بر کجا حل میشه؟ یا دوست دیگری می شروع نظار، من به مربوط شروع نظار نیستم، مربوط ربانی نیستم، من فرزند سرزمین اصیل افغانستان هستم، فرزندی که اونجا انسان تولد میشه، اونجا نه حیوان. امروز حیران میمونم چرا این حرفا را ما میایم با این مغلطه و مغالطه صحبت میکنیم؟ چی رفت ما ارتباط داره با شورای نظار یا جمعیت اسلامی و یا همین ساختار و نظام هایی را که انگلیس و امریکا ساخته؟ اگر ما واقعا اگر رای را پیشکش کنیم آقای مسکنیار محترم، انترناتیفی در جهان اسلام ما نداریم. شما ببینید نسل کشی مردمی 1948 به این طرف مشکلی موزیلی بزرگی اسرائیل کی حل کرد که مشکل ما را در داخل حل میکنیم؟ ما تا چه وقت سر این مسئله آقای مسکنیار ما احترامونه شما خواهش میکنم چگونه ما میتونیم اعتراض خراسانی سه مشکلی است که امروز دسته پیشنهادی صلح رهبران حکومت وحدت ملی را با انجام حمله های خونین پاسخ رد دادند. عماد رسایی با جزئیات بیشتر. از آغاز روند نامنویسی برای اشتراک در انتخابات